که آینده رو گفتیم تا 6 ماه دیگه حداقل جنگی نخواهد بود و کلا با این پیشرفتهایی که ما هر روز داشتیم، برنامه این انتخابات آمریکا و بردشویی که تو ایران به وجود اومد سر این جریانهای اقتصادی و اینها، نظرتون رو کلا بفرمایید. من تا اون سوالم اجازه بدید در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ببینید عزیز، من مطلبی که اشاره فرمودید در اون گفتگویی است که در باره به نظر من بهترین نظریه توضیح دهنده و توجیه کننده انقلاب هست که مرحله پنجمش مرحله بسیج نیروها و آمادگی اونها برای عمله. در اینجاست که نوع دیگری از رهبری احتیاج است، چون این رهبری رو شما در مرحله سوم که باور تعمیم یافته یا عمومی است، generalized belief، یا حتی در زمانی که به توضیح و توجیه حوادثی که به عنوان precipitating factor، عوامل جرقه، میشناسیم، میشه بهش توجه داشت. ولی در اینجا نوع دیگری از رهبری میخواد. این رهبری مبتنی است بر نوعی سازماندهی و در نتیجه همراه با این سازماندهی مسئله رهبری است، نه مسئله رهبر، چون میتونه یک گروه باشن حتی برخی از اوقات تا حدودی ناشناخته یا حتی پنهان که به گونه‌ای توان اینو دارند که از نظر هدف و استراتژی، ولی در هر مرحله از نظر تاکتیکی پیشنهاداتی رو داشته باشن و از اونجایی که این خبر رو میتونن برسونن و پاسخ مناسبی حالا به درصدهای مختلف دریافت کنن، به عنوان مسئله رهبر شناخته میشن. در این زمینه البته رهبرای کاریزماتیک یا به هر حال رهبرانی که ویژگی‌های خاصی دارند میتونه کمک بکنه، ولی ضرورتی نداره که حتما یک نفر رهبر باشه. بعدم خطر همیشه این رهبرا بعدن به بیراهه کشیدن یا منحرف کردن مسیر جنبش میتونه باشه. این نکته رو باید توجه داشت که اصولا از نظر درست بودن یک تحول اجتماعی، اون کسانی که رهبران فکری و عقیدتی و فرهنگی هستند که زمینه رو برای آگاهی مردم و بعداً آمادگی برای عمل فراهم میکنن، با اون کسانی که در عمل درگیر میشن و اون کسانی که بعد از اون تا حدودی اوضاع رو نگه میدارن و اون کسانی که بعداً دست به سازندگی میزنن، در حقیقت 4 نوع رهبر باید باشن. یکی از گرفتاری های یک رهبر اینه که معمولاً در 2، 3 و یا ای بسا هر 4 مرحله میخواد نقش ایفا کنه و این کار معمولاً مسائل و مشکلات خودش رو داره. گروه رهبری اگر درشون یه حرکتی وجود داشته باشه اشکالی نداره، برای اینکه به هر حال یه درصدی از اون افراد میدن درصد دیگری که متناسب با این مراحل 4 گانه هستن به وجود میان. ولی اگر اونا هم ثابت بمونن و یا احتمالاً از گذشته همچنان بارهای دور رو با خودشون همراه داشته باشن، خطر خیلی اشکالات حتی توقف جنبش به چشم میخوره و وجود داره. حالا میشه در مورد ایران چه در سال 57 چه تا انقلاب مشروطیت یا این حوادث اخیر اشاراتی داشت. اما اینکه شما من بفرمایید همکنون حداقل به صورتی مشخص و آشکار چیزی به اسم رهبری وجود داره، نه، نه رهبری وجود داره و نه رهبر وجود داره. اینکه به وجود بیاد همیشه ممکنه. یادتون باشه که حتی در خصوص آیت الله خمینی این ماجرا حتی در سال آخر هم هنوز جا نیفتاده بود و بنابراین نقش ایشان به عنوان اونچه که عمل کرد به یک اعتبار در 6 ماه آخر قبل از انقلاب جایگاهی پیدا میکنه و الا قبلش نبود. حتی من خاطرم هست سالهای 2-3 سال قبل از انقلاب که من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، گفتگو درباره آیت الله خمینی معمولا فقط یه جزء کوچکی از بحث‌های عمومی رو میتونست دربر بگیره و گرچه اون کسانی از جمله من که به جنبش مذهبی بعدی معتقد بودند اهمیت او رو و اصولا نوآوران و نوگرایان مذهبی رو کاملا اساسی و اصولی میدونستم، خب بسیاری از
همکاران و استادان اون زمان با من موافق نبودن. به همین جد است که ماجرای رهبری معناش نیست که کسی جنبشی رو متولد میکنه و بعدن اون رو پیش میبره، نه. رهبران درست مانند این هواپیماها که به هر حال چند جا می نشینند و بر می خیزند و بعدن تمام اون کارکنان از جمله خلبان عوض میشه، میتونن تغییر پیدا کنن. این است که در حالی که همیشه میشه گفت یه سازمان و یه رهبری در یه جنبش اجتماعی اهمیت و نقشی داره، ولی نبودنش معناش این نیست که جنبش حرکت نمی کنه. چون موضوع جنبش های از این قبیل درست مانند این است که شما از روی پشت بام یک خانه‌ای که در حال خرابی است یا مقدارش خراب شده بخواید که مقدار آب، اونم مثلا با این آبهای آبپاش بخواید بپاشید به این امید که به تدریج خانه رو ویران کنید، در حالی که اون چیزی که در خانه رو ویران میکنه بولدوزری است که در همون جامعه راه افتاده و داره میکوبه و پیش میاد. درست است که اینا در جهت و هدف با هم مشترکن، ولی تأثیر و توان اون بولدوزر با این آبی که از یه فرض کنید چیلنگ آب حالا به وجود میاد اونقدرها نقشی نداره. و این اون چیزیست که ماجرای اقتصاد ایران و مسئله بنبست ایدئولوژی که به هر حال جوانان باش روبرو هستن و فشارهای بین المللی سیاسی اقتصادی، همه اینا اون بولدوزر رو به راه انداخته. حالا چه اندازه این نیرومند است و با چه سرعتی حرکت میکنه و این بنا تا چه اندازه توان مقاومت داره، اون بحثایی است که میشه کرد، نه اینکه نامشخصه. نه، این بحثا رو میشه کرد، چون اگر ندونید این حد اقلا رو دیگه به جای پیشبینی یا پیشگویی میکنید یا آرزوتون رو بیان میکنید. به همین جهت است که من اون رو متوجه هستم، ولی الان اگر به من بفرمایید نه. اینکه در داخل کسانی هستن نمیدونم، ولی اون کسانی که به عنوان به نوعی نه از نظر من ولی از نظر یدی رهبران جنبش سبز بودن که به نظر من مرکزیت و محوریت داشتن اما رهبری ابدا نداشتن، هیچ ویژگی رهبری مثلا نقش رهبری نداشتن، اونها جایی ندارن. در حدی که من میدونم اون همطور که گفتم مرکزیت و محوریت بود، درست مثل یه گروهی که در یه جای قرار میذارن که از اونجا برن. بنابراین به نظر من به اونجا مردم رسیدند و از اونجا رفتند، بنابراین آنچه که باقی مانده دیگه فقط میتونه زمینه و جنبه تاریخی داشته باشه و نه اهمیتی. نتیجتا در داخل ایران هم من چیزی به اسم رهبری نمیبینم، ولی این نیاز و احتیاج یه جایی به صورت خیلی مشخصی خودش رو حتما نشون میده و غالب اوقات همونطور که در تجزیه و تحلیل‌های مارکسیستی هست، در حقیقت رهبر یکی از پیروان و غالب اوقات خیلی هم بهترین پیرو نیست که به دلیل شرایط خاص نقش رهبری رو ایفا میکنه یا گروهی به هر حال این کار رو به انجام میرسونن، که در جامعه ایران بدون تردید و ناچار باید گروه بسیار متنوع متفاوتی باشه، نه یک دست و یک نواح که یک ایدئولوژی یا یک نظریه بتونه پیش بره. و اگر هم کسی به عنوان رهبر هست، او چاره ای جز یه مقدار حالت فراگیر در جهت ایجاد ارتباط با جامعه راه دیگری نداره و نمیتونه تنگ نظرانه با موضوعها به صورت خاصی برخورد کنه و یا احتمالاً ایدئولوژی یا نظر یا مکتب خاصی رو پیش ببره. این اون چیزیست که من هم اکنون در شرایط اوضاع ایران، اون هم با اطلاعات کمی که در این زمینه از دور دارم، میتونم داشته باشم. در سوریه مثلا یک هیئت مخالف هست که میان تصمیم میگیرن در حالی کاری میکنن. متاسفانه اپوزیشن خارج درباره ایران یه همچین تشکلی رو ندارن. نمیدونم شما امیدی میبینین که یه همچین کاری بشه اصلا؟ چون به نظر من، ببینید عزیز، به نظر من احتمالش هست ولی نه قوی. ولی مطلب رو میشه از نظر علمی یه جور دیگه دید. برخی از اوقات شما میاد گروه های مختلف و متفاوت، احزاب و یا افراد مختلف منفرد رو دور هم جمع میکنید و کوشش میکنید یه ائتلاف یا یه کوالیژنی به وجود بیارید. چون معمولا وحدت به معنی وانس و یونیتی معنی اتحاد معمولا معنایی نداره. پس بنابراین شما میتونید یک ائتلافی
یه کولیژنی در این زمینه به وجود بیارید. این احتمالش هست، خیلی هم کم نیست به نظر من هست، اما خیلی از وقت اصلا احتیاج به هم چیزی نیست. مهم مسئله قدرت سیاسی است، یعنی کافیست یک نفر توان اینو داشته باشه که اعلان کنه مثلا اعتصابی صورت بگیره و اون اتفاق بیفت. این موضوع به نظر من در ایران احتمال و امکانش خیلی بیشتره، ولی این گروه های مختلف و متفاوت که 33 سال هم با هم حرف زدن، هم متوجه شدن که خیلی حرفی برای گفتن ندارن، بنابراین به بازی و لجبازی پرداختن، اون کار به جایی نمیبرن و ائتلافشون هم احتمالاً گرچه خوب و مهمه، من مخالفتی هم باش ندارم، به جایی نمیرسه، ولی مسئله اصلی و اساسی موضوع قدرته و مفهوم قدرت در اینجا با نفوذ شروع میشه، اینفلوئنس به جای پاور، و وقتی با نفوذ شروع بشه بعدن به قدرت تبدیل میشه. اون چیزیست که احتمالش رو من خیلی بیشتر میبینم. حالا ما به پیام ها رسیدیم، این مطلبی از باد خواهش کنم روی خط باشی پیام ها رو بشتم، اگر نظرتون خداحافظی کنم هر جور میل شماست. خواهش کنم روی خط میمانم. شایم الاجبان بعد از چند پیام با ما. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. با تشکر مجدد دکتر، من یادم یه دوست پیش بود، این جوانی از ایران زنگ داده بود و میپرسید که به نظرم شما چه کار بکنه، بیاد خارج یا نیاد، که آخرش پیش گفتیم نگران نباش، بعض ایران اینجور نمیاد. این مورد من دوست بار دیدم از شما و البته جای خیلی خوشحالیه، ولی میخوام ببینم که واقعا شما چون دو سه بار پرسید از شما آیا مثلا جنگ خواهد شد، شما گفتید نه، که یه دو سه تا مورد گفتن از سر شما گفتید نه اینجور نمیشه، ولی نگفتید که از سر خواهد شد. به نظر شما چی میشه؟ نه 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 بسن نه در محل پیشگویی نیستم، اون کار کاره نه، ماجرا ماجرای پیشبینیست. پیشبینی هم معناش این نیست که شما به یک جامی نگاه میکنید، بلکه شما روند یک حرکت ها و دیگرگونی هایی رو میبینید و بر اساس اون نظر دارید. در اینجا شما دو چیز رو احتیاج دارید، یکی علم است و یکی اطلاعات. من حالا در جهت علمش قبلا کمی در این باره خوانده بودم، اخیرا خیلی کمتر، ولی اطلاعات رو ندارم، ولی در همچنان پاسخی دارم با توجه به همون مطالبی که شما اشاره بهش فرمودید. مورد اول، به نظر من چه مدته به ماجرا نگاه میکنید؟ اگر بیایم همین 6 ماه رو یا تا نوروز رو به حساب بیاریم که ما وقت داریم، به نظر من دو تا احتمال اساسی، احتمال‌های جزئی دیگری هم هست. یکی میتونه صحنه سیاسی دگرگون بشه، منم دو سه تا احتمال داره، ولی به هر حال یکی که به نوعی واقعی است و پنهان به صورت ظاهری و آشکار خودشو در بیاره با اون سپاه. این تغییر به دلیل اینکه همچنان ایران از نظر سیاسی به نظر من در بن‌بست نیست، در مرحله بحران هست، ولی در مرحله بن‌بست نیست، این راه ها رو داره. پس این بحث سیاسی مسئله که تکه اساسی شماست. اما وقتی برسیم به یه ذره بلند مدتر و یا درون همین 6 ماه، همطوری که بارها عرض کردم و الان 3 سالی است که در این مورد گفتگومو داشتم و میتونم بگم که با گذشت زمان بیشتر و بیشتر این مسئله به واقعیتی که قبلا یه مقدار جنبه نظری داشت نزدیک میشه، این هست که ما با بن‌بست اقتصادی روبرو هستیم. این جمله رو تکرار میکنم که کسی از عهده حل مسائل اقتصادی ایران، مادام که ساختار اقتصادی و روابط اقتصادی به گونه ای که همکنون هم بر اساس قوانین و هم بر اساس آنچه که روابط مبتنی بر نوعی جناح بندی و دست بندی هست و با توجه به ظاهرن تفکیک قوا که واقعیت نداره، امکان نداره کسی بتونه از عهده حلش بر بیاد.
یعنی این ساختارها محکوم به هم ریختن، یعنی از نظر انتروپی واقعا وارد مسیر به هم ریختگی شدن که هر سیستمی در اون گام برمی‌داره. این درست نیست که واقعا شما انتظار داشته باشید یک زن یا مرد 70-80 ساله دوباره جوان بشن، این کار ممکن نخواهد بود. از نظر ایدئولوژی به نظر من جامعه مانند ایران به همون اندازه اقتصادی میتونه نقش اساسی داشته باشه، همونطوری که انقلاب 57 انقلاب ایدئولوژی بود و بیش از هر چیزی مایه اون نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بود تا واقعیات و به ویژه مسائل اقتصادی. درستی که در دو سه سال آخر یک ستبک یا پسگرد اقتصادی به وجود آمد، ولی اون تغییرات فرض کنید 5% بود، در حالی که همکنون جامعه ایران با دیگرگونی های 50% روبروست و همچنان به نوعی داره به حیات خودش ادامه میده. بنابراین بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی است که هم از بالا هم از پایین کار رو مشکل میکنه. همطور که گفتم مانورهای سیاسی میتونه نقشی داشته باشه، ولی اونا مثلا هر حادثه ای رو ممکنه فقط به تأخیر بیندازه. اما اگر این قسمت اولی که راجع به 6 ماه عرض کردم ممکنه مانورهای سیاسی صورت بگیره و از جنگ هم خبری نیست رو مگر استثناء خاصی رو شما در نظر بگیرید، شرایطی رو به وجود میاره که تو همین 6 ماه، نمیخوام بگم بعدش حتما، تو همین 6 ماه یا بعد از اون، شما اگر موضوعها و مسائل اقتصادی به یه جایی برسه که دیگه قابل قبول و تحمل برای یه درصدی از مردم نباشه، یعنی این روابط فعلا موجودی که بسیاری با بندبازی دارن یه جوری زندگی رو میچرخانند و نانی رو به سفره میارن، اون هم در پری درصدی مشکل بشه و زنجیر در حقیقت تولید و توزیع نه تنها درآمد بلکه کالا با یه مقدار شکست هایی همراه بشه، این به مثال، حالا چون در ایران میشه مثال بزنم، مثل یک تسبیح میمونه که بندش پاره بشه و در نتیجه کسی توان در حقیقت نگه داشتن اون رو نداره مگر با مشتهای گره کرده که ببندتش، ولی اگر بازش کنه این دانه ها پخش و پراکنده میشن. اون اتفاق به نظر من به درال اقتصادی میفته نه چیز دیگری، و اون دلایل اقتصادی هم به خاطر این نیست که یک گروهی به دنبال ثروت و درآمد به جنگ هم میافتند یا به جان هم میافتند و به جنگ هم میرن و یه نوع کودتایی رو موجب میشن، نه، این اون چیزیست که معمولا در چارچوب جامعه شناسی مایه و خمیرمایه اصلی انقلاب، حتی اصلا اگر نظریات مارکسیستی زیربنا رو بنا رو نداشته باشیم، یعنی حتی اگر شما با افراطی ترین نوع تجزیه و تحلیل های ضد مارکسیستی هم روبرو بشید، همه اونها بدون تردید گرچه ممکنه زیربنا رو اقتصاد ندونن یا همطور که ماکس وبر کوشش میکنه در این زمینه تفکیک و تفاوتی رو قائل بشه به حساب بیارن، ولی هیچ جنبشی نیست، حتی یه جنبش به نظر من خیالی روحانی عرفانی هم نیست که بتونه ماجرای گرسنگی توده مردم رو نادیده بگیره و بتونه با اون به نوعی برخورد کنه. به همین جهت است که وقتی که در این زمینه اون اصطلاح فارسی کارد به استخوان اون کسانی برسه که هیچ گوشتی دیگه ندارند، اون وقت است که شما با یه مقدار اسکلتی روبرو میشید که خطر در حقیقت رستاخیز درش هست، برای که فقط رستاخیز در جایی ممکنه که قبرهایی وجود داشته باشه. و به نظر من اون اتفاق با سرعتی که میشه دید و جنبه فزاینده‌ای که بحران اقتصادی به وجود میاره که علاوه بر خود مسئله اقتصاد، مسئله سیاسی و بالاتر از همه اونا در برخی از موارد جنبه روانی مسئله هست، اوضاع رو پریشان میکنه. ببینید الان ماجرای ارز که شاید شما یه جوری غیر مستقیم بهش اشاره کردید، درست است که اولا موضوع همه مردم ایران نیست، حداقل در کوتاه مدت نیست، ای بس 90-95% ایرانیان با ارز کاری نداره. ایرانیان تأثیر افزایش و کاهش ارز رو با گذشت زمان با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و روانی در زندگی خودشون میتونن ببینن، اما این خیلی متفاوته که من
یه دلار داشته باشم بشه 3000 تومان یا 5000 تومان در مقابل کسی که توی شهرستان یا ده حتی در تهران نشسته با دلار کاری نداره. و تازه این دلارها وقتی که به کار میافتن، هم از این که به ریال تبدیل بشن که در داخل مصرف بشن، یا دلاری باشن که کالایی را از خارج وارد میکنن که کاملا دو تا جنبه تورمی و ضد تورمی و عکس هم دارن، تا اون زمان نمیشه فهمید که الان این دگرگونی ها چه هست. اما با گذشت زمان همینقدر که عدم اعتماد و اطمینان پیدا بشه، همین اندازه که اون مقبولیت از بیان بره، حتی کالای با ارزش بی ارزش میشه. اول پوله که اون وقت مردم حاضر نیستند کالا رو بدن در مقابلش پول بگیرن، برای اینکه پول بی ارزشه. تعجب نکنید به خود کالاها مراجعه میکنه، یعنی یه روزی بالاخره اون کسی که انگور داره و فرض کنید سیب هم داره چند روزی میتونه اون رو نگه داره، بعد ناچار این رو با یه چیزی مبادله کنه. و بعدم یه عده با موضوعهای دیگری که مقدار سنگین تره روبرو میشن در جهت حفظ ثروت و درآمدشون. و اون زمانی که این ناامنی و این عدم اعتماد و اطمینان عمومی بشه، حتی رابطه سودمند رو به مقدار زیادی غیر ممکن میکنه. یعنی فرض کنید الان یک کسی بیاد به شما بگه بیا دلار رو 2000 تومان بخر، شما در حالی که فکر کنید خب شاید هرگز به زیر 2000 تومان نره، پس ضرری در کار نیست، ولی همچنان یک نیروی درونی چون به دلیل مسئله امنیتی که در انسانه میگه حالا یه ذره صبر کن. اولا حتی ممکنه شما رو تحریک کنه بگه از کجا که 1500 تومان نرسی، از کجا که دولت یه دفعه تصمیم نگیره دو مرتبه دلار رو 1260 تومان اعلان کنه، و یا احتمالاً تصمیم بگیره که با وارد کردن مقداری دلار به بازار همه رو خورد کنه و بعد با بیرون کشیدنش افزایش قیمتی رو برای خودش موجب بشه، مخصوصا وقتی که شما در اینجا با یک عرضه و تقاضا کننده بسیار نیرومند روبرو هستید. دیگه قواعد بازار کار نمی‌کنه. یه شرط اصلی و اساسی بازار آزاد اینه که هیچ عرضه کننده‌ای به تنهایی نمیتونه روی قیمت اثر بذاره، هیچ تقاضا کننده‌ای نمیتونه بذاره. در ایران ابداً ماجرای ارز چنین نیست، یعنی دولت به راحتی میتونه دلار رو در یه روز یه پنجم یا پنج برابر کنه. این که بعداً میتونه اون نگه داره، این که پیامدها و عواقب اقتصادیش ای بسا 10 برابر و 20 برابر به او آسیب بزنه، اون یه قصه دیگری است. ولی چون امروز برخی از دولت‌ها مثل بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی 3 ماهه و 6 ماهه به موضوع نگاه می‌کنن که 3 ماه و 6 ماه برنده هستن پس برندن، یه برنامه 3 سال و 6 ساله ندارن، ماجرای سیاست در ایران هم یه مقدار نه تنها به سال و به فصل بلکه به ماه و هفته داره تبدیل میشه. و این اون چیزی است که همینقدر که یه نوعی از بی‌قراری اجتماعی فراهم بشه و یه مقدار اصولا هر معامله و مبادله نگرانی به وجود بیاره، حتی وقتی سودمنده، افراد اون انجام نمیدن، چون دوتا عامل اصلی همیشه مسئله حرص است و ترس، و اینا وقتی که نتونن توازن خودشون رو حفظ بکنن سیستم رو متوقف میکنن. و میدونید مشخصه اصلی اقتصاد حرکتشه. نتیجتاً من همطور که تو صحبتام آمده به عنوان یک کسی که نگاه میکنه به اطلاعات، باز میگم کمی که داره، به نظر من این حوادث دگرگون کنندهی که اصلاً مانند امروز اوضاع نخواهد بود یه ماجرای 6 ماهه یا 1.5 سال داره که به نظر من 80% این وره، این 6 ماه 20% اونجاست. ولی اینکه من تصور کنم که این ماجرای 1.5 سال دیگه همین جوری کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه برای من اصلا قابل قبول نیست. بازم عرض میکنم از تکنیک های سیاسی برای آرام کردن موقتی و بعدن معمولا به هم ریختگی های شدید میشه استفاده کرد. به همین جهت است که بسیاری که میپرسن چرا فرض کنین حکومت یا دولت ایران در یه زمینه هایی با وجود ادعاهاش سرسختی میکنه، میشه فهمید که فکر میکنه در حقیقت تسلیم شدن در یه زمینه به دنبال خودش ویرانی رو از راه دیگه موجب میشه. و برخی از اوقات حکومت ها هم به اینجا میرسن، هم واقعا ممکنه به این نتیجه گیری هم از ظاهر یا پنهان برسن
که چه فرض کنید بکوبند بازندن، چه نکوبند بازندن، چه بروند بازندن، چه نروند بازندن، بنابراین کوشش میکنن وضع موجود رو نگه دارن به این امید که شاید یکی از دو راه رفتن یا ماندن به اونها فرصت ادامه بده و غالب اوقات نمیده. یعنی سیستم‌های اجتماعی وقتی به اینجا میرسن که از هر دو طرف بازنده هستن معمولا متوقف میشن. این رو شما توی انقلاب 57 هم میتونید ببینید، اونجایی که شاه به اینجا رسید که اگر فرض کنید برخورد تند و تیزی بکنه یه جور دیگه میبازه، نکنه هم به گونه دیگه خواهد باخت، و به همین جهت بود که به دلایل بسیار دومی را انتخاب کرد و الا راه دیگری و یا گریزی نداشت. من به راحتی مدتی قبل از انقلاب ایران فکر میکردم که به دلیل روندی که وجود داره، نه اینکه نمیشد کاری کرد، کمی کمی میشد کار کرد، ولی خیلی چیزا باید به هم میریخت و دگرگون میشد، و چون اون آگاهی و توانایی رو برای این تغییر نمیدیدم، میتونم بگم از 1975 وقتی کتاب جامعه امروزم بیرون آمد، گرچه فقط مقدار کمی بود، ولی در درسی که بود لغت زمان انقلاب رو داشت، و به همین جهت بود که از نظر من قبل از 80 این اتفاق میافتاد، برای که روند چنین بود و کاریش هم نمیشد کرد. البته همینجاست که متوجه میشید در حالی که من نقش خارجی ها و سیاست خارجی رو در حد 5% 10% میپذیرم، اصلا به ماجرای توطئه و اینا از اون قبیل باور ندارم، بلکه درست مثل هم اکنون که الان چه در عراق، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در پاکستان ده ها احتمال و آلترناتیو و گزینه وجود داره و برخی این یکی و برخی اون رو تایید میکنن یا به دنبالش میرن و خیلی از اوقات هم همه رو برای که هر کدام به ثمر رسیدن ازشون بهره بگیرن اونا رو میفهمن، ولی اینا اتفاق میفته، بعدن شما کوشش میکنید ازش بهره برداری کنید یا موج سواری کنید، ولی نه اینکه شما دریایی رو به وجود میارید، موجی رو موجب میشید، بعد خودتون هم سوارش بشید. این تصورات و توهمات درست نیست. بنابراین برای که پاسخ مشخصی به شما داده باشم، به نظر من یه احتمال 6 ماهه برای یه جنبش وجود داره و یه احتمال حد اکثر 18 ماهه. فقط مانورهای سیاسی میتونه این بازی رو کمی متفاوت کنه، ولی بنبست اقتصادی و ایدئولوژی اساس و گرفتاری این ماجراست. به هر حال امیدوارم توضیحات بسیار کلی پاسخ شما باشه. من پیام ها رستم، حالا اگر یه وقت دیگه خواستید لطفا این تلفن کنید، در خدمتتون هستم. اجازه بدین بگم که طبق تعریف خودتون واقعا خردمند هستین شما، و آرزوی من اینه که در ایران شما رو ببینم، یا اگر تشریف بردین بالاخره استرالیا اینجا دستم باشین. نمیدونم چی شد این برنامه استرالیا، امیدوارم بشه. حالا فعلا ماجرای ایران اول هست، استرالیا و بقیه جا دنبال. به هر حال سپاسگزارم از توجه ما. خیلی متشکرم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای دکتر، نمیدونستم که روی خط نفر بعدی هستم. شرمنده. نه خواهش کنم بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ متشکرم. بفرمایید آقای دکتر. من یه سوال دارم، یه سوال که نیست، یه موضوع خیلی خیلی مهمه برام در رابطه با ادابشن. بذار من از شما چند سوال کنم. اول اینکه شما چند سالتونه؟ من الان 39. همسرتون چند سالشونه؟ الان من جدا شدیم، دیورس شدم، بیشتر از یک ساله. شما چه مدتی با هم ازدواج کرده بودید؟ بیشتر از 10 سال. فرزندی داشتید؟ نه. ایشون چند سالشونه به هر حال؟ ایشون فکر کنم 2 سال از من بزرگتره. 2 سال. بسیار خوب. حالا مهم نیست. خب حالا داستان فرزند خواندگی مقصودتون چیه؟ یعنی شما حالا که جدا شدید میخواید خودتون فرزندی داشته باشین؟ بله، به صورت سینگل پرنت. شما من بفرمایید که شغل و کارتون چیه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟ من هم مدرک کامپیوتر دارم، هم ریسنتلی مدرسه رفتم پام میچل لایسنس هیر اند میکاپ هم گرفتم، همین که بیزنس دارم، سوپرمارکت به اصطلاح ایرانی میدل ایسترن اینترنشنال دارم،
شما شرکت دیگه نمیخواید باز کنید ما رو هم شریک کنید؟ شما بچه برای شما، نه شوهر، نه شما شوهر میخواستید نه بچه، با این همه کمپانی که راه انداختی. حالا به من بگید که تو هنوز تو این صفحه هستیم، تو این پیج به قول معروف، به من بگید چرا بچه دار نشدید یا نخواستید بشید؟ اول چندین سال اول با هم دیگه تصمیم داشتیم که خب حالا به اصطلاح کمی نسبتا سنمون کمتر، عجله نداریم بچه دار بشیم، ولی 4-5 سال آخر من هی بیشتر، همون 5 سال آخر ما هر سال حرف میزدیم، هر سال میگفت امسال نه، سال دیگه، امسال این فلان کار بکنیم، سال دیگه 5 سال 6 سال حدودا گذشت و ما بچه دار نشدیم. در اصل من همه چیز رو جوری مهیا کردم که همیشه دارم خواست که تو خونه بمونم وقتی که بچه دارم، و بیزنس و کار و مدرسه و همه این چیزا خب خیلی گرفتار بودیم. یکی از دلیلاشم همون بود که من بچه دار نمیخواستم بشم، خیلی مسافرت میرفتم برای بیزنس و این چیزا. لانگ استوری شد، وقتی که به مرحله رسیدیم که من میتونستم که دیگه مغازم نرم، همه چی میچرخید، کارا اوکی بود، گفتیم اوکی حالا بچه داشتیم. امسال سال دیگه 5 سال گذشت. حالا دو سال ایشون در مورد ازدواج با شما دچار شک شد یا در خصوص بچه دار شدن؟ نه، ده ما دچار چه میگن شک نبود، همیشه با بچه دار شدن از وقتی که شروع کردم صحبت کردم میگفت، اول میگفت اوکی، بعد کامان سیریس میشده میگفت ببین Are you sure you wanna be a mom؟ نه حالا اونو متوجه هستم، نه من کاری به اون ندارم، من میخوام واقعیتشو بدم، اینکه چی میگفتن ولی من مهم نیست. ایشون بچه نمیخواست به نظر شما؟ فکر میکنم بچه نمیخواست. اوکی، ایشون خارجی بودن یا ایرانی بودن؟ خارجی. کجایی بودن؟ لبنان. شما کجا زندگی میکنی؟ ما امامی کالیفرنیا، لس آنجلس. شما چه مدتی از امریکایی؟ ما خیلی وقت، از 20 سال. اوکی، شما مذهبتون با هم یکی بود یا متفاوت؟ بله. اوکی، حالا بذارید برگردیم سراغ شما. الان شما دلتون میخواد که فرزندی داشته باشید، چه ترجیحی داری در خصوص فرزند از پسر و دخترش و بیش از همه مسئله سنش و بعدن احتمالا نژاد و قومیتش؟ چه چیزهایی مورد نظرتونه؟ اصلا دختر یا پسر بودم فرق نداره برام. نژاد، اصلا من آمریکا ادابت میکنم، نمیرم از کشورهای دیگه ادابت کنم، مقدر اینجا بچه هست بی پدر و مادر که مثلا اکتشم که مردم میرن یه کشور دیگه. بله خب everybody هم، یعنی هر کی یه چویسی داره، ولی دختر تا فرزند هیچ فرق نداره برام. البته فکر میکنم که من آردی میخوام که سینگل پرنت باشم. فکر میکنم بچه از نظر ملیتی اگه یه چیزی باشه که یکم بیشتر شبیه من باشه یه بهتره. همینه که از مسائلی که در با شما میخواستم درمین بذارم سنه، چون میدونم با اطلاعات وسیعی شما در رادیو برنامه‌تون میگین بچه ها 3 سال اول خیلی مثلا براشون خیلی زمان خیلی مهمیه. من اگه برم ادابت کنم بچه که مثلا سنش بیشتر باشه، من چطور میتونم این چیکار بکنم با این که نمیدونم این 3 سال بر این بچه چه گذشته؟ نمیدونم چه، میدونی خیلی خیلی یه جوری مثل این که جای سوال خیلی میمونه. نه اونو با تو موافق هستم به هر حال. نه ما در 3 سال اول بیش از 30% شخصیتمون شکل فرم میگیره، بنابراین اون موضوع اهمیت داره. مطلب دیگر که باز مهمه مسائل ارسیس، یعنی چه ویژگی ها و صفات ارسی در پدر و مادر بوده. به همجرد بود که در خصوص بچه هایی که یه سنی ازشون گذشته باشه فقط وقتی قابل توجیهه که به دلیل حادثه ناگواری پدر و مادر از دست رفتن و بچه ها موندن، بنابراین اونا کودکی نسبتا عادی یا معمولی داشتن و حالا پدر و مادر نیست در این سن و سال هستن. ولی اگر یک کسی بخواد خاطرش آسوده باشه بعد از یه مقدار توجه به مسائل ارثی اگر برش ممکن باشه، معمولا بهترین است که از شیرخارگی فرزند رو داشته باشن. حالا اون چند ماهش اونقدر مهم نیست، مثلا 3-4 ماه اول همینقدر که در شرایط نسبتا عادی بوده و بعدش رو ادامه بدن، بنابراین اون معقول‌تر خواهد بود. ولی شما تو صحبتتون یه اشاره‌ای بود
که من تا به حال البته من دنبالش به اون صورت نرفتم، ولی من کمی متفاوت و خلافش رایینه با اونی که در امریکا این همه بچه برای فرزندخواندگی هست. یعنی واقعا چنینه؟ یعنی شما اگر به مؤسساتی مراجعه کنیم، چه شیرخواره چه بچه های تو سنهای بالا، بلافاصله به شما خواهند داد؟ نه اتفاقا همین مسئله اینه که خیلی زمان طولانی باید کار آسونی نیست، ولی خب هست اینجا اینقدر، چون مشکلی که همه بچه نوزاد میخوان و وقتی که بچه خیلی کوچیک میخوان اون وقت طولانی تری باید به قول معروف تو نوبت بمونی. خیلی حالا یه فواید دیگه داره که شما اگر فرض کنید در امریکا، فرض کنید از یه امریکایی سفیدپوست یا بچه میخواید با ویژگی های امریکایی، خب شما نمیتونید از کانادا یا کشورهای اروپایی بگیرید اگر اونجا بیشتره. و اتفاقا به دلیل اینکه زمینه و سابقه پدری و مادری پشتش نیست، کمی کمی نگرانی های مربوط به بعدن پیدا شدن موضوعی رو هم کمتر میکنه. درسته، این خب ایده خوبیه. من الان بیشتر همین تو فکر این کار، تو فکر ادابشن رفتم، اولین چیزایی که تو ذهنم اومده که یه کمی ذهنم رو آماده بکنم یه تصمیم بگیرم همین مشکل سنه و میتونم مثلا سب بکنم با دست طولانی بچه کوچیک سن کمتر اداب بکنم، ولی خیلی طول میکشه. من دوباره حالا چند سال دیگه یا ممکنه دو سال سه سال دیگه بخوام سب بکنم، بعد می نیادم سن یه جلوتر میره، هی کش به هم میزنی، امروز 20 سالت، فردا 40 سالت. من نمیدونستم یه چشمم زدن شما 20 سال طول میشه. من چند دفعه تو خونه قسم نخورید، اصلا باور نمیکنم. من چشمام بعد وقت به هم زدم دم یه ثانیه هم نگذشته، حالا شما 20 سال طول میکشه. نگید از این حرفا نزنید. حالا بذار ازتون نصب کنه. شما که ابتدا رفتید تو سن 29 سالگی ازدواج کردی، بعدم به خودتون دو تایی گفتید 4 5 سال وقت داریم که من نمیدونم از کجا این اومد، ولی خب اومد. بعدم بالاخره گذاشتید تا صبر کنید. چرا دیگه؟ آخه 10 سال ازدواج کرده بودید یا 11 28 بودید دیگه شما؟ 12 سال ازدواج کرده بودید. خب چون میگید شما 3 سال که دیدید، بیشتر از 3 سال نزدیک 4 سال که سپریتیم، ولی 1 سال که فاینالایز شدیم. خب ببینید، نه ببینید، شما یه ذره با عدد که میرسید نیست که من با تون مسئله دارم. نمیدونم چجور کار اقتصادی. حالا اگر با این حرفا، چون من فرضم بر این بودی شما 39 سالتونه، یه سال جدا شدید، 10 سالم تو ازدواج بودی، حالا ازدواجشون شد 12 سال، فاصله 3 سال و عقبه. حالا سوال جدیه من از شما اینه، اون بیشتر برای من، چرا شما نرفتید دنبال یه فکر ازدواجی که فرزند از خودتون داشته باشید؟ من چرا اتفاقا با کسی آشنا شدم ولی نشد؟ نه من نگفتم با اون آقا، من گفتم چرا با کسی؟ با کسی دیگه؟ من هم میگم با دیگران. یعنی چرا چرا فکر نکنید شما که اینقدر بچه میخواید و 3-4 ساله تو این ماجرا هستید، اون 3-4-5 سال تو مون چرا را نیفته شوهر پیدا کنید هرچه زودتر بچه دار بشید؟ همینو میگم، من با کسی دیگه آشنا شدم ولی اونم didn't work out. خب آخه نمیدونم، آخه یکی بود عزیز، آخه یکی بود این که انقدر آسون نیست آدم هی نه من اینو نمیگم، ولی منظورم این است که کسی اینقدر بچه میخواد که حاضر خودشو به آب و آتش خطرات یک ارسی دو کودکی و ادابشن بذاره، خب میاد یه ذره شوهر رو تخفیف میده، یه 20% مرد کمتری میخواد ازدواج میکنه. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی من یه کمی باز نگران این هستم، مجبورم بهتون بگم. شما همینجوری بازی در آوردی، آدم در سن 28-29 سالگی نمیگه من 4-5 سال وقت دارم برای بچه داشتن. من نمیفهم یعنی چی، برای که بچه با 35 آمده باشه، دو تا بچه هم میخواستید پس باید دست به کار میشوید، بعدم همسری که میگفته نه شما باید میفهمیدید نه، حالا چرا همینجوری با صبر کردی؟ بعدم 3-4 سال چرا بعدش هی کشش دادی که این داستان جدایی و بالاخره طلاق اتفاق بیفته؟ یعنی همه اینا برای من سوال. حالا اگر دلتون میخواد با لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار من در خدمتتون. اگر نه که روی خط باشید لطفا. شما نشوند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید. نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده. ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. KIRN Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام دکتر. شما چند تا کانسرن داشتین؟ نه من کانسرن نداشتم، من بعدش رو داشتم. من فقط سوال من این بود که من، ببینید عزیز، من به دلیل یه مقدار کارم و به دلیل اینکه خیلی به ظاهر موضوعها و مسائل نگاه نمی کنم. در حالت عادی چرا، ولی همینقدر که قرار باشه شما نه به چه و چگونه، به چرایی فکر کنید، باید بتونید یه ذره پایین برید. چون با صدها نفر نه تنها رو خط رادیو و تلویزیون بلکه توی گفتگوها و بسا صدها نفر بیشتر تو کلاس ها با دوستانی روبرو شدم که فرض بفرمایید دنبال زن یا شوهر بودن 20 سال و ازدواج نکردن و حرفشون که فرد مناسب پیدا نکردن، ولی وقتی یه مقدار بارده گفتگو باشون شدم، مخصوصا کسانی رو انتخاب کردن که 100% از آغاز معلوم بوده به جایی نمیرسه. پس این که میخوان ازدواج بکنن یه مسئله است، ولی این که یعنی گفتگوی خودشون رو واقعا نمیخوام بگم. من در خصوص شما با توضیحاتی که بیان کردید، من اطلاعاتی از شما و همسر سابقتون نداشتم، به نظرم آمد که اینم شاید از یه طرف یک با ازدواج و اون همسر و اون ماجرا بچه نمیخواستید، حالا هم اگر همسری بگیرید بچه خواهد اومد، پس آمدید دنبال فرزندخواندگی. فرزندخواندگی که در گفتگوی شما چون یه تضادی بود، حتی یه ذره حرفی زدید که البته مناسب نبود که چرا در امریکا مردم میرن از جای دیگه میارن، لغتی که بود همونجا میخواستم بهتون اعتراضی بکنم ولی ازش گذشتم چون موضوع مهمی نبود. بعد یه دفعه خودتون هم قبول میکنید که اینجا کار ساده ای نیست. خب پس بنابراین شما 39تون به زودی میشه 41 و 2 و 3 ممکنه و بچه پیدا نکنید، پس موضوع فرزند داشتن خودتون منتفی میشه و شاید این بازی دوم شماست. فقط هشدار اونو بهتون دادم که به همین جهت است که به نظر من همونطور که همسرتون بازی میکرد در خصوص داشتن فرزند و ایشون فرزند نمیخواست، شاید شما هم نمیخواید. اونو برای خودتون روشن کنید. چرا؟ برای که اتفاقا فرزند خوانده هم راه غلطی است و هم خطر بیشتری داره. به اون دلیل فقط مسئله رو مطرح کردم و الا کانسرن من این نبود که نگران شما هستم. گفتم خودتون نگاه کنید یا با یک روانشناس یه کندوکاوی تو وجود خودتون بکنید که اون ته چه نشسته. برای این که بسیاری از اوقات ما حرفی که میزنیم عکس اون حرف، حتی میدونید یکی از مکانیزم‌های دفاعی ریاکشن فورمیشن یا در حقیقت وارونه کردن یا تعکیسه، یعنی ما یه چیزی رو وارونه داریم. یعنی منی که خیلی بچه دوست دارم ولی که نمیخوام بچه خودم رو داشته باشم، اینکه من فراوون میشتمم من خیلی بچه دوست دارم، ولی شما عملا میبینید یه جوری زندگی کرده که بچه دار نشد. خب اینو میشه فهمید. یا آدمایی که خیلی مذهبی هن، اصلا لامذهبن و اونایی که صبح تا غروب دارن با خدا و پیغمبر خدا میجنگن، یه نوع فریاده برای که من رو به این باوری که دوست دارم برسم برسانید. و یا این همه آدمی که فرض بفرمایید حمله میکنن به دیگران که ببخشید این بد است و خراب است و چنین، علتش فقط این است که این میل رو در خودشون دارن، به دلایلی نمیتونن، جرأتشو ندارن، سرکوبش کردن، برای آینده دارن فکر میکنن، روابطی دارن، حالا افتادن به جون دیگران و بنابراین صحبت رو وارونه میکنن. این اینقدر آشکار هست از نظر علمی که گفتم به عنوان یه مکانیزم دفاعی اصلا میتونه تو سیستم ما کار گذاشته شده باشه. وقتی من یه چیزی رو خیلی خیلی میخوام وانمود کنم نمیخوام، یا برعکس. و اینجاست که من دلم میخواد شما یه مقداری نگاه کنید، چون تاریخ ها رو که من کنار هم میذارم، چون من نسبت به این عددها حساسم برای که ماجرای بارداری دوران مشخصی داره و اینه که دارم به شما یه هشدار میدم یه جوری به ماجرا نگاه کنین. البته ای کاش ما این صحبت رو 4 سال قبل میداشتیم که اگر احتمالاً موضوع این چنین بود شما با یه نگاه بیشتر و بهتری به خودتون تصمیم واقع بینانتر میگرفتید. هنوزم البته شاید به یک اعتبار و در یه زمینه های دیر نیست اگر بخواید، ولی اگر نمیخواید و همطور که خودتون اشاره کردید که من هیچ عیب و ایرادی ابداً درش نمیبینم که به دنبال اداپتیشن و فرزند خواندگی باشید، به هر حال بر اساس پرسشی کردید من ترجیحم شیرخارگی بچه است، یعنی 1 سال اول یا قبل از 4 ماهگی و بعدش هم به هر حال یک کسی که همطور که خودتون به درستی گفتید شبیه شما باشه که دائما این سوال برنه انگیزه که تو چرا مثلا سفیدی اون سیاهه یا تو سیاهی اون سفیده. من سوال اصلیم این هست که
از من سر قبلی سر بچه جدا نشدیم، ما هیچ زیاد مشکلی نداشتیم متاسفانه جدا شدیم و هیچ شیم که جدا شدیم، فقط ما خیلی دیگه like stranger. تو بخیر شب بخیر، چهار پنج یعنی چهار سال، تو بخیر شب بخیر، تو بخیر شب. نه ببینید عزیز، باز من چون بحث فرزمن که میخوام وارد ازدواج شما بشم، اصلا این دقیقا نشون میده شما احتمالاً مریج متریال بود، اینا پرنتال متریال. من اون بیشتر باز این حرف شما منو برای بچه داره نگرم، چون من دور بچه میچرخم، من به ازدواجتون کاری ندارم چون گذشته تموم شده. یعنی باز این علامت بدی، آدم فرض کنید که توی همچین شرایطی بمونه، هنوز بمونه، اونم تو زمانی که من بگم من بچه میخوام، بس سنش هم شده 35 سال. درست. شما میتونی به من بگید چرا درباره بچه ها چرا موندید؟ ما مشکل خیلی حادی نداشتیم، یعنی دعوا و مشکلات نداشتیم، کارمون رو می‌کردیم، همه چیز. ولی من یک دفعه دیگه یک سال آخر دیگه به خودم اومدم که ایداد بیداد، ما شدیم دو تا رومه، دو تا خواهر برادر، دو تا فرند. ولی چه فایده داره آخه؟ ما اگه بچه دار نمیشیم، اگه چه فایده‌ای داره؟ بعد دیگه بالاخره ایشون هم زیر بار نمی‌رفت که اصلا ما مشکل داریم، اصلا این همچین این مشکله. بازم دوباره حرف بچه که میشه، میگه اوکی اوکی if you're sure، همش من گفت if you're sure، من گفتم آقا جان من که سینگل پرنت نمیخوام بشم که if I'm sure you، تو هم باید تصدیه. نه ببینید، من شما دو تا باز علامت دارید که نشان میده که شما بچه نمیخواید. نمیخواد. ببینید اولا اون برمیگرده میگه if you're sure، یعنی که بچه میخواد، شما میگید سینگل پرنت، تو هم باید بخوای. خب شما مثل اینکه من بگم من حاضر هستم با شما بیام خیابون اگر جواد آقا حامله بشه. خب من تعلیقش کردم به امر محال، من اینو معلق کردم به امر محال، خب معلومه نمیام. ببینید شما باز بازی داری در میرید عزیز، باز یه علامت دیگه. علامت دیگرتون فرمودید که ما با هم مسئله و مشکلی نداشتیم، خواهر برادر بودیم در. خب شما معنای دیگه اینه که من زندگی میخوام که توش درد و رنج نباشه، من به دنبال شادی و لذت و رشد نیستم، و این دقیقاً مال کسی است که بچه نمیخواد. یعنی روزی که من در کودکی سخت آسیب دیدم، من تمام آرزوم بیدردی و بیرنجی و به یک اعتبار بیمسئولیتی. همینقدر که درد نباشه رنج نباشه خوبه. من به همینجاست که دوستانی که برخی از وقت خانمایی که از ایران میان حتی معتقدن عاشق همسرشونن، یکی از دلایلی که عاشق همسرشون هستن این است که یک کتک نمیزنه، دو خیانت نمیکنه، سه معتاد نیست. خب اینا که نشانه عشق نمیشه. ولی برای یک کسی که یه مردی رو میشناسه که دست بزن داره و یه مردی رو میشناسه که تعهدی در مقابل ازدواجش نسبت به همسرش نداره و یه آدمی که احتمالاً درگیر مواد مخدر میشه، وقتی میبینه از 10 تا بچه یا 10 تا مرد 5 تاش 7 تاش اینجوریه یا 3 تاش اینجوریه یا حداقل در ذهنش، یعنی من با اعداد کاری ندارم، خب معلومه دنبال یه مردی میگرده که اینا رو نداشته باشه. این مرد هیچی داره؟ نه. ولی معتاد نیست، کتک هم نمیزنه، اصلا از نظر جنسی هم قد ناتوانی که این ور اونور نمیره. این درست مانند اسکیموها میمونه که وقتی در گذشته شما میرفتید اونجا، همسرش مشب در اختیار شما میذاشتن، نه به دلیل مهمون نوازی که ما ایرانیه که مهمون نوازیم بر بخوره، به دلیل اینکه طی سالها از 3 تا بچه که در اسکیمو به دلیل ازدواج های داخلی به وجود اومد، 2 تاش ریتارد عقب افتاده بود. اینا دیگه بچه دیوونه عقب افتاده نمیخواستن و به نظر فکر کردن که آره که ما باید فرزند داشته باشیم، حداقل بذار از کسی دیگه باشه، بچه‌مون سالم باشه. ولی نشانه مهمون نوازی نبود، این نشانه این بود که این مردم با یه مشکل جدی روبرو شدن. همونطور که در هند به خاطر قحطی‌های خوشساری‌های 20-30 ساله که دیرفت جمعیت رو درو میکرد و میمرد، اینا آمدن گاو رو مقدس قلمداد کردن که گاو رو نخورن، از اون شیر گاوی که میمون و یه مقدار سبزی که دور بر و مثلا نوع موزی که در اونجاها بود پیدا میکردن میتونستن زندگی کنن. بنابراین مانع مرگ میلیون ها نفر میشدن تقدس گاو، و کسی که گاو رو مقدس نمیدونه. ببینید اینا یعنی حرفایی که شما میزنید بوی اون داره. وقتی هم که شما میگید من بی دردی و بی رنجی میخوام و اونو ترجیح میدم، همطور که اون دختر خانمی که میگه من چون شوهرم معتاد نیست و خیانت نمی کنه اون دارم دست بزن نداره عاشقشم، شما وقتی من میگید که ما همچی زندگی داشتیم 3-4 سال و اونم اصلا نمیفهمید که این زندگی بده، یه پیام به من بدید کودکی بدی داشتید. و آدمی که کودکی بدی داشته با کودک مسئله داره، برای که این از اونجا می. پس شما فکر میکنین که من یه جایی in the back of my mind من اصلا psychologically بچه نمیخوام، شخصا دوست دارم، ولی
جدی نمیگیرم. یعنی حاضر به پرداخت هزینه‌اش نیستید برای که در شما استرس و نگرانی به وجود بیاره؟ ببینید شما حالا که اینجوری رسیدین برام بگید چند تا خواهر برادر دارید؟ من یه برادر دارم از من بزرگتره. چقدر بزرگتر؟ 4 سال. بسیار. حالا اون البته مسئله نبوده. فکر میکنید رابطه پدر مادرتون با هم خوب بوده، بد بوده یا متوسط؟ نه، زیاد خوب نبود. وقتی من سال اول آخر سال های اسکولم از هم جدا شدم. ببینید؟ پس بنابراین شما یه کودکی بدی داشتید و بنابراین آدم که کودکی بدی داره کودک نمیخواد. و در نتیجه گوشه ذهن شما داشتن فرزند یه استراب و نگرانی داره. اون استراب و نگرانی است که سبب میشه من بچه بیارم حالا نگران بشم. پس یه بازی در میارم، ولی چون نمیتونید بگید بچه نمیخوام، چطور میتونه آدم چه حرفی بزنه؟ اصلا دوستم دارم بچه، ولی بچه خیلی چیز خوبیه. نگاه کن به این همه بچه ها و حرفای دیگه. بنابراین وارد یه مسیری میشید که از توش چیزی که در میاد آخرش بی بچگیه. شما چی پیشنهاد من این است که با دل سراغ گذشته. ببینید عزیز، بسیاری از ما به دلیل آسیب کودکی و ماجرای خانوادگی، we are not parental material یا we are not marriage material، ما کالای ازدواج و پدری و مادری نیستیم. معناش اینه شما به این دلیل نمیاد فوتبال بازی کنید و برقصید چون پاتون شکسته، نه به خاطر اینکه فوتبال دوست ندارید و رقص دوست ندارید، پا شکسته. روزی که اینا رو نشون میدید، حرفی که به شما میذارن که برید پاتون رو چک کنید. یعنی من اگر جای شما باشم، به جای اینکه این بحث بکنم، 2 ماه 3 ماه با یه روانشناس خوب هفته 2 روز یه خانم میرم و برمیگردم سراغ کودکیم، چون اونجا وقتی زخم پا رو خوب کنید حالا میتونید تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید با توجه به فرصت‌ها و امکاناتی که دارید. ولی این انتخاب یه انتخاب واقعی پای سالم شماست، نه بازی پای شکسته شما. اوکی. حالا من اگه البته من زخم پیش تراپیست میرفتم. نه این کار نکردید. نه این حرفا رو نزدید. نه ببینید شما همین خواستم همینو بگم، اصلا داستان بچگی و این چیزا هیچ وقت حرف این موضوع نشد. دقیقا منظم اونجاست، مسئله باز نشد. درست که من ترجیح میدادم که این چیزا رو بدونم. بنابراین حالا چون من به آخر وقتم برمیستم به پیام ها، شما یه نفر خانم روانشناس که روانکاوه سایک انالیسته و میخواد بره با شما به کودکی رو پیدا کنید، تو 3 ماه به نظر من میتونید خیلی چیزا رو برای خودتون روشن کنید. اون وقت است که یه حس و احساس و نظر دیگری دارید که میتونید راحت ابرازش کنید، بر مبنای اون تصمیم ازدواج یا بچه دار شدن یا فرزند خواندگی رو یه جوری انتخاب میکنید که میتونه برای 60 سال آینده عمر شما هم سر جاش محکم بمونه. ولی الان چه بکنید چه نکنید آخر کار پشیمونی دارید. نکنید بعدا به جان خودتون میفتید. بکنید بعدا. کمش بمونم که سوالی دیگه ازتون بکنم. دوستان دیگه هستن که من شما دو تا دیگه با هم صحبت کردیم. حرفی بود یه وقت دیگه تشبه در خدمتتون. پس من یه وقت دیگر یه چندین هفته آینده صحبت میکنم. خیلی متشکرم دکتر. خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیرانتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و اضطراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید. سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمربخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hivm.org
و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم. Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. ممنون. خواستم اول تشکر کنم بابت همه راهنماییاتون که به ما ایرانیای عزیز میکنید. خودتون البته که خیلی عزیزتر هستین. من اینجا زندگی نمیکنم آقای دکتر. من دبی و ایران زندگی میکنم. برای هر دفعه که میام اینجا که بیشتر صحبتاتون رو بیشتر روزا گوش میکنم و اینکه همیشه سیدیاتونم برای خودم کادو میخرم و حضرت دو سرسشون میخرم و کلی استفاده میکنم. اینا رو گفتم که با تشکر مجددی داشته باشم. خواهش میکنم. من دو تا پسر دارم، یکیشون 27 سالشه یکیشون 30 سالشه. پسر 30 سالم پارسال حدود یک سال و نیم پیش با یک دختر خانم آشنا شدن که البته زمینه آشناییشون من و همسرم بودیم، چون ما با مادربزرگ این دختر خانم کلاسای عرفان میرفتیم توی ایران و زمانی که منزل این پدربزرگ و مادربزرگ بود این دختر خانم اونجا دیدیم و خیلی خوشمون اومد، به پسرم معرفیش میکردیم. 5 ماه با هم اینا رفتن اومدن، به این نتیجه رسیدن که خب کیس خوبی برای هم هستن و دیگه نامزد کردن. ببخشید دختر خانم چند سالشه؟ 24 سال، پسرم هم 29 سالش بود. بله. بعد دیگه با هم دیگه نامزد کردن، 8 ماه نامزد بودن، ولی توی این 8 ماه بارها و بارها دعواشون شد با هم دیگه. خب یه مقدار حالا این دختر خانم بددهنی میکرد و بیتربیتی و خلاصه چندین بار رفتن میشه مشابه، دو سه تا مشاور مختلف رفتن به سوی روانشناسی و مشاور خانواده که گفته بودن، به سفرم گفته بودن که اگر امروز تموم کنی این رابطه رو بهتر از فرداست، چون اینا عادتهایی که این دختر خانم داره خب خیلی زر، نه اینکه قابل تغییر نباشه ولی خیلی زمان میبره و سخته و برها رابطه تموم بشه بهتر.
پسر من رابطه شون رو تموم کرد و هم دادم. اون موقع ما دبی بودیم، پسرم هم دبی بود، خب هیچ مسئله هم نبود و خیلی خوب پذیرفت مسئله رو، نه افسرده شد چون کمک میگرد از دکترهای خوبی مثل شما. دو ماه هیچ رابطه نه، عادت این دختر خانم مرتب زنگ میزد حالا یا اسمس میفرستادیم. بعد از دو ماه که ما خرداد ماه برگشتیم ایران، دیگه این دختر خانم هی زنگ زد و اومد در خونه و گریه و زاری و اشتباه کردم و ببخشید و به هم یه فرصت دیگه بده. برحالی فرصت دیگه داده شد، اینا رفتن باز بارها پیش دوشون. بذار من ازتون یه سوالی بکنم همینجا، واقعا دو یا سه تا گله و شکایت پسرتون از این دختر خانم چه بود؟ یکی این که میگفت دروغ زیاد میگه و دروغ میگفت، بعد دهن هم بود زمانی که با هم دیگه دعواشون میشد، بعد بیراه زیاد میگفت که پسر من میدیدم هی از این ور تلفنه میگه مؤدب باش مؤدب باش درست حرف بزن. چون خب ما یه متوجه شدم، حالا بیدوارد جزه یکی دروغ بودی که بعد دهن بود دیگه چی؟ دروغگویی و بد دهنیش و این که پسر من خیلی بهش اعتماد نداشت، میگفتش که فکر میکنم داره به هم خیانت میکنه. ولی حالا سب کنید، وقتی که آمد و گفت من پشیمان شدم، پشیمان از چه بود؟ اگر آدم دروغ بگه، نه اگر آدم دروغگویی که دروغگو هست. بعد همین رفتن پیش دکتر، دکتر گفتش که اینا عادت های خیلی موذی، یکی از دوران بچگی، اینا سخت تغییرش. ولی پسر منم چون یه مقدار احساساتی شده بود، به هر حال علاقه بینشون ایجاد شده بود، گاهی اوقات مثلا گفت دلم واسش تنگ شده، دلم برای بغل کردنش، بعد نمیدونم لبخندش اینا تنگ شده، یه ذره احساساتش اومده بود رو. به هر حال ما که موافق نبودیم دوباره شروع بشه، ولی خودشون تصمیم گرفتن بذار یه فرصت دیگه ما به هم بدیم و ما همدیگر رو دوست داریم و میخوام همدیگر رو نمیدونم با همدیگه شروع کنیم به تغییر رو که بتونیم یه زندگی رو شروع کنیم. که خب یک ماه و نیم هم باز با هم بودن، ولی باز پسر من دید که نه ایشون همون جوریه که منم میگفتم، عادت تغییر که خب یک شبه اتفاق و یک ماه و نیمه عادت بد رفتاری سالها که درست نمیشه دیگه، خودشون باز دوباره به هم زدن این داستانه. الان هم سه ماهه که نامزد این دوستی دوباره شون به هم خورده. توی این سه ماه خب دیگه هرچی اگه تلفن زد ایشون یا پدرشون زنگ زد و اینا، به هر حال پسرم دیگه قبول نکرد که دوباره بخوان رابطه داشته باشن، واقعا تموم شده. ولی سوال من الان اینجاست که پسر من اون موقع گاهی اوقات ازش صحبت میکرد دلتنگش میشد، الان پر از خشمه، یعنی انقدر عصبی شده گاهی اوقات حتی ما هم که باش صحبت میکنیم یه درست با لحن بلند و داد و اینا جواب میده. حال میخواستم ببینم که ما به عنوان یک پدر مادر چه کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بهش بکنیم که این یه مقدار آرومتر بشه و اینکه روزی نیست یه روزی دو سه بار ازش حرف نزنه و این بار به بعدی. اون موقع گاهی اوقات میگم دلتنگش میشد، ولی الان همش اول که همه چیزو شخصی سازی میکنه، من چون خودم دانشجوی روانشناسیم یه خورده چیزایی رو یاد گرفتم و از صحبت شما هم یه چیزایی رو یاد گرفتم، به خودش این نسبت چه کاری کردم هی خودش رو سرزنش میکنه، بلکه من یه همچین انتخابی کردم. من که میدونستم بچه های طلاق خیلی هاشون مشکل دارن چون ایشون تدمونده از هم جدا شده بودن، اول که خودش رو زیر سوال میبره، بعد شروع میکنه به اون دختر خانم، یعنی حالا ایشون که نیست منطقه به ماها میگه که اگر آدم بود اگه این رفتار رو نداشت نمیدونم چرا باید اینجوری بود، چرا باید اینجوری، یعنی دائم در طول روز از صبح که هنوز نرفته سرکار، شب که برمیگرده در طول، یا گاهی اوقات تلفن میزنه یکی رو دیده شبیهش، یک کسی زنگ زده اونم مثلا ازدواجش و هم پا دوباره شروع میکنه همه چیز رو از اول، که یه سری میگم از خودش ناراحته، یه سری از ایشون ناراحته. بعد توی این یک سال و نیم خب پسر دوم هم ازدواج کردن که البته خدا رو شد که خیلی دختر خانم خوب و خانواده خوبی سالها بود، همدیگر میشناختن، همینجا هستن پسرم. و حالا پسر بزرگم باز گاهی اوقات میگه که اگر آدم اگر درست بود، اگه اینجوری نبود، ما هم بعد الان سر خونه زندگیمون بودیم اینجوری. حالا من نمیدونم واقعا چه کمکی من بکنم، روای طبیعیه این احساسات منفیش یا نه؟ نه صبر کنید بذارید، البته نمیدونم چقدر اگه خودشون زنگ زدن میفهمیدم. اگر بتونید این سوال منو جواب بدید، تو این یک ماه و نیم از این دختر چه دید؟ این بار دوم که منجر به جدایی شد. ایشون بارها بهش گفته، میگم چون یه خودم اعتماد بهش نداشت، درست میگفتش که خب خیلی اسمس بهش میاد یا تلفن میزنه، من زنگ میزنم میبینم مثلا تلفنش اشغاله، میگم فلانی با کی حرف میزدی، یکی مثلا حالا اون زمان بد دهنیشه، میگفت هیچ خری غیر از تو به من زنگ نمیزنه.
بعد میگفت مثلا خواهرش برگشته گفته با فلانی دوست دانشگاهش مثلا صحبت کرده. این فلانی همیشه بود در طول این یک سال و نیم. اون باری که دیگه به هم خورد اینا رفته بودن کوه با هم دیگه، ساعت 12 و نیم شب اون آقای فلانی اسمس میده به آن زنگ میزنه مثل اینکه که اونم برمیگرده میگه که من با نامزدم هستم الان نمیتونم صحبت کنم. پسر من میگه تو قول داده بودی که با این آقا اصلا دیگه صحبت نکنی، زنگ نزنی، اسمس نگی. گفت آره این بیشوره دیگه، همینجوری زنگ. گفته آخه 12 و نیم شب چجوری به خودشون اجازه؟ پس حتما رابطه هست دیگه. یعنی دیگه اینجا شد که دیگه کاملا قطعی. بله ببینید من حدسم همین بود. دیدید که قبلا هم عرض کردم اون ویژگی‌هایی که شما گفتید ماجرای پشیمانیش یه قصه دیگری است که تو فهمیدی، نه اینکه من چرا این گونه هستم. ببینید پسر شما یه نگاهی پیدا کرده نسبت به این دختر خانم به دلیل حالا یه جنبه‌های جالب و جاذب و برانگیزنده این دختر، به این معنا که این دختر خانم یه مقدار پسر شما رو به یه مرحله و وادی دیگری از زندگی می برده، حالا چه این رابطه جسمی بوده چه جنسی بوده چه بازی‌ها و به هر حال نوعی، حالا لغت رو نمیخوام به کار برم، به هر حال گونه ای رفتاری داشته که پسر شما اصلا چون فرزند اولتونم هست به اون جذب شده و فرزند شما مخصوصا با توجه به ازدواج برادرش در ذهن خودش اینو همسر خودش میتونسته و کار او رو به اینجا رسیده که این زن بهش خیانت کرده یا میکنه، اون مسئلهشه. ببینید اونجاست که احساس مالکیت و یا همسری که برای خودش در ذهن خودش به زور ساخته، چون پسر شما احتمالا این دختر خانم میخواست رد کنه، باش مسئله داشت، دلش هم تنگ میشد و میخواست رد کنه، به دلائل ای بسا دوربریا شماها و خودش او رو برگردون و بعد ضربه رو بهش زد، یعنی کارد آخر رو اون دختر خانم زد و از این بابت یک اولا از دست همه عصبانیه، نه تنها اون دختر خانم بلکه حتی شماهایی که موجب این معرفی و این ماجراها شدید، برای اینکه شما رو مسئول میدونه. دو از دست خودش که چرا خیلی چیزها رو همون اول ندید و بی خودی وارد مسیر نامزدی و موضوعی از این قبیل شد و برای خودش ذهنیت و دنیایی رو ساخت. سوم این که برادرش رو میبینه که خیلی ساده تر و راحت تر تونسته ازدواج بکنه و خوشحاله برای این که یه اصول دیگه ای رو رعایت کرده. بعدم فرزند شما چون بچه اولی یه مقدار زمینه خودخواهی داره، بهش برخورده، یعنی همطوری که عرض کردم مثل این بوده که به همسرش بهش خیانت کرده و این یه مقدار سوزنی بوده که به یه مقدار اون بزرگ نماییش و خودشیفتگیش زده و اون اذیتش میکنه. از جانب دیگه فرزند شما چون بچه اولی استرابش از طریق خشم و عصبانیت کنترل میکنه، یعنی وقتی که نگران میشه میره سراغ عصبانیت، وقتی ناراحت میشه میره اونجا. ببینید فرزند شما این دختر رو میخواست و میخواد، اگر خوب بود یا اگرم خوب نبود حداقل به عنوان دوست دختر نه به عنوان همسر، و حالا میبینه همه اونا از دست رفته، تازه در این زمینه بیش از یک سالی وقت و انرژی گذاشته، هزینه کرده، خیلی چیزها رو قبول کرده و تحمل کرده و از دست خودش هم عصبانی همطور از دست او، و بعدم از این طریق یه نوعی میخواد به شما پیام بده که امیدوارم این رو شما بگیرید که خیلی تو این کارهای من شما بی خودی معرفی نکنید و دخالت نکنید، چون به نظر میرسه که نه تنها شما معرفی کردید، یه مقدار ایجاد اون احساس رو از نظر او شماها هم موجب شدید، یا بعد از مثلا فرض کنید اومدن دختر خانم به در خانتون گریه کردنش شما یه گونه‌ای با او صحبت کردید که او درست خودش هم دلش میخواسته ولی اون رو به خاطر شما پذیرفته، بنابراین یه گونهی شما رو هم مسئول میده. از همه اینا گذشته فکر میکنه این ماجرای نامزدی و به هم زدن و اینا برای مدتی مانع از این میشه که بتونه همسری رو که میخواد با خاطر آسوده و با یه سابقه به هر حال پاک و تمیز ارائه بده رو به هم ریخته و از این بابت اذیت میشه. یه حساسیتیست که در پسرتون هست، نه اینکه بخوام بگم عادیه، ولی به هر حال در فرزند اول با برخوردی که از این قبیل پیدا میکنه برای که همیشه برنده بوده، اونم برادرش 3 سال ازش کوچکتر بوده، حالا او که اصلا معنایی نداره اصلا، ولی او برده و ایشون باخته اذیتش هم میکنه بدون که خودش متوجه بشه، برای برادرش بسیار بسیار خوشحال، کمتر مناسبی داره تو اون، اصلا من تردید ندارم، ولی با خودش و در خودش
این ماجرا رو نتونسته حل کنه. اینکه به من میفرمایید عادیه، نه، ولی به ویژگی روانی ایشون میخوره، به فرزند اول بودنش میخوره، به ماجرای به هر حال مرد شرقی و ایرانی که موضوع اعتماد و اطمینان مسئله اصلی و اساسیشه میخوره. استدلالی هم که شما کردید که او کرده در خصوص اون داستان ساعت 12:12 نشون دهنده این است که این دختر هرسش رو در می آورده با دروغ پشت دروغ گفت، میدونید، یعنی یه جوری بازیش میداده و این از اون بابت هم خشمگینه که چرا من مثلا فشار بیشتر نمی آوردم یا وقتی مثلا گریه می کرد یا قسم می خورد من میپذیرفتم در حالی که دروغ می گفت. و یه مقدار از دست سادگی خودشم، اونم کسی که به هر حال از بازی های این زمانه میان زن و مرد بسیار آشنا هست، عصبانیه، ولی میگذره. نه، بذارید تخلیه کنه و اگرم میخواد بیان کنه که او چقدر بد بوده، یه مقداری میخواد هم شما رو بگی که بی خودی، به نظر من ناآگاه، ببینید بی خودی به من کسی رو معرفی نکنید به دلایل آشنایی خودتون، و دومم به خودش داره پیام میده که مقدار تو این زمینه دقت کن، و سومم داره بهانه و بازی در میاره که ای بسا برای یکی دو سالی مثلا ازدواج نکنه، اگر فجار روشه بره به نوعی ایام خوب و خوشی داشته باشه تا بعدا تصمیم به ازدواج بگیره. ولی من چیز مهمی نمیبینمش و دلیلی هم برای اینکه شما براش کاری بکنید اصلا نمیبینم. ولی اگر روانشناسی چون اشاره کردید داره با اون بره، به نظر من بعد از یه مدتی حالت عادی رو پیدا میکنه، ولی هنوز یه زخمیست که هر چند وقت یه دفعه خونریزی میکنه و این حتی یه ذره دلش میسوزه که چرا باید دختری مثلا به خاطر اختلافات پدر و مادرش یا به دلیل ویژگی روانی که پیدا کرده حروم بشه، حیفشه. یعنی این دختر میتونست زندگی بهتری برای خودش و یا همسرش فراهم کنه، چرا نکنه؟ اون دلسوزی رو هم برخی از اوقات وقتی بچه‌های مایه اخلاقی دارن گوشه اون ذهنشون میشه، ولی به هر حال شما کاری نمیتونید بکنید، بپذیرید و بگذارید این ایام بگذره. ولی الان لطفاً و حتماً نه تشویقش برای ازدواج کنید نه دختر دیگه ای رو بهش معرفی کنید. خودش پس بذاریم که خودشم الان میگه که من تا یکی دو سال دیگه میخوام برم عشق کنم واسه خودم. از نکره میخواد بره انتقامشو بگیره. بله. و اینکه یکی از چیزایی که داره میگه چون خیلی بارها ایشون میخواست که با من رابطه جنسی داشته باشه، من گفتم نه. ولی ای کاش میگم من نارضایتی کردم، من نمیدونم. حالا الان ببینید، پس متاسفانه من اینا رو نمیدونستم. اینجاست که هرسشو ببینید، تو صحبت من متاسفانه بود، هیچ فکر نمیگم. دقیقاً این چیزی است که میگه خب چرا من حداقل با این همه وقت و نیرو و انرژی و علاقه و کوششی که کردم، اون چیزی هم که تازه او میخواست رو من باهاش نداشتم، و بعدم حتی فکر میکنه که من به این دلیل نداشتم که میخواستم او همون گونه که خوب و پاکه بمونه، در حالی که حالا به حساب خودش مثلا به ناپاکی او رسیده. پس من فقط یک ساده و یا یک به هر حال حالا لغتهای دیگه بودم و از این بابت هم از دست خودش و شما و همه عصبانیه. بنابراین کاری به کارش نشید، دلش کنید. زمین حالا تصمیم گرفته بره انتقامش از دخترهای دیگه بگیره. امیدوارم اگر به اونا بگه که میخواد فقط باشون دوست بشه، اونا هم ای بسا در این زمینه انتقامی پس نمیدن. ولی ابدا و حتما برای مدت، حالا نمیخوام بگم 6 ماهی تا 1 سالی، اصلا نه دختری بهش معرفی کنید، برای اینکه اون دختر به جای اینکه واقعا غذای زندگیش باشه، دوای زندگیش خواهد بود و کار دستش میده، چون دوا رو برای همیشه نمیشه خورد. اینه که راهش کنید بذارید 1 سالی بگردد و بچرخد تا فرد مناسبی پیدا بشه. برای خوش آشان با تو صحبت. نیسته آقای دکتر، این مسئله که پیش اومده توی رابطه بعدیش یه وقت ممکنه که این اثر منفی شده. اثر منفی رو حتما میذاره، ولی به همین جد است که شاید هم از یه نظر کمکش کنه که واقع بینون تر باشه. به همین دلیل که عرض کردم اگر اون رابطهش رو با روانشناسش ادامه بده، میتونن در حقیقت این زخم رو به جایی برسونن که اثرش هم باقی نمونه، ولی اگر نه همیشه یه جایی از اون زخم گذشته خواهد بود. دیگه برای 1 سالی طول کشیده و ماجرا یه ذره پیچ در پیچ شده. داره میگه 1 سال عمرمو گذاشتم. نه عمرشو که نه، من میگم خب تجربه کرده. نه تجربه کرده ولی استفاده نکرده. به هر حال یه ذره مردونه باش برخورد کنه. خب از شما هم بگذارید. من متاسفانه پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من آقا دکتر میتونم پشت خط بمونم چون 2 دفعه گرفتم، یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟ نه متاسفانه من 2 نفر از ساعت 3 دارم. تا اون وقت نوبت اونا نخواهد. یه وقت دیگه تشوری. خوش باشه. مرسی آقا دکتر. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. شنگ نجمن با ما. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. من در مورد پسرم خواستم بپرسم. یه پسر 5 ساله دارم. ما 3 سال پیش اومدیم آمریکا. بعد اونم از پسر نینکی رفت مهد کودک. الان هم 5 سالشه میره آمادگی هم که بداریم. هر روز که از اونجا میاد ما یه مشکل خونه داریم. یه روز میاد عصبانیه، نمیدونم به من یه چیزی کاری میکنه، یه روز قضا که نمیخوره، یه روز چیز رو پس میکنه، یه روز داد میزنه، یا مثلا حرف دارن این ساعت ما اینجوری داریم تا من بذارمش تایم آت، یا ساعت دیگه هم که بلد نیستم و همین تایم آت بلدم بذارمش تایم آت خود آروم میشه. اصلا هستش میگم اول قضا تو خورد و گشنه ای، من میدونم تو خسته ای گشنه ای، ولی قضاشون حل میده. نمیدونم شما از کجا میدونید چی از کجا میدونید گرسنه است و خسته است؟ به خاطر این که مثلا میاد خونه غذاهای اونجا رو که نمیگیره، اصلا دوست ندارم. مثلا جایی که خودم براش میفرستم خب مثلا نگاه میکنم یک شاید نصفش خورده. چرا غذای اونجا رو فکر کنید دوست نداره؟ مثلا بیشتر پدر مادرها اشتباهشون همینه، بچه ها غذای اونجا رو دوست دارن. خودم نمیدونم عزیز نه ببینید نه ببینید نه ببینید عزیز نه. من فکر میکنم که شما تو دنیای ذهنی خودتون بچه رو دارید بزرگ کنید، چون حرفاتون پیداست. یعنی یه جوری راجب اون حرف درست پس کلام بگید، من میدونم تو پاد درد میکنه و سرتم درد میکنه و دماغتم میخواد، من میدونم نیست و اینا فقط حرص منو در میاد. یعنی خشم و عصبانیت از اظهار عقیده و نظرهای شماست. شما یه فرضی میگیرید و اون رو واقعیت میدونید. شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟ بله، یه پسر 7 ماهه. خب این یه موردش به اون میتونه مرتبط باشه. حالا فاصله شون زیاده و حسادت و رقابت رو درش برانگیختید. حالا به من بفرمایید که وقتی که اینجا آمدید اولین بار که فرستادتش به مهد کودک، اون موقع چقدر راحت بود یا نه؟ اونجا موندنش راحت بود که یه نمیکرد، ولی مشکل این بود که باشون صحبت نمی کرد. خیلی همه می گفتن خیلی آروم حرف نمی زنه، مثلا با بچه های دیگه قاطی نمی شه یا با بازی می کرد، ولی صحبت نمی کرد. خب آخه بلد نبود. خب آخه ببینید عزیز، خب ببینید عزیز، ما قرار یه اصولی رعایت کنیم. من چرا الان در آتلانتا دوستان خواستن حرفم این است که پرورش تعلیم تربیت امروز قواعد داره. یعنی پزشکی قاعده داره، مهندسی قاعده داره، پرورش تن تربیت قاعده داره. نه گذشتگان میدونستن، همونطوری گذشتگان راجع به قلب و مغز چی نمیدونستن، نه این که ما رو چجوری بزرگ کردن کمک میکنه. و حرفایی که شما من میزنید بوی اینو داره که خب حد اقلا رو نمیدونید. ما هرگز نباید بچه‌مون رو مدرسه بفرستیم وقتی زبان نمیدونه. هرگز. هیچ دنیای علمش متوقف نمیشه. ضربه ای که بچه از نظر احساس حقارت و احساس شرم و خجالت و اضطراب میکنه 1000 برابر بیشتر از چیزی که میدونه یا نه. خب شما یه بچه رو وردید در اگر اشتباه نکنم حدود 2 ساله به اینجا، 1.5 سال بعد که باید زبان رو میدونسته و حتما باید میدونسته، چون بین 2 تا 3 سالگی باید روزی 5 ساعت در محیط امریکایی میبوده و در معرض زبان قرار میگرفته، یاد نگرفته. حالا حرفایی که شما میزنید یه ذره معنی دارم هست که شاید فرزند شما یه مقدار تأخیر در زبان داشته، یا شاید بر اساس حرفایی که میفرمایید اصلا بچه آتیزم باشه، خفیف آتیستیک باشه. یعنی علامتی که شما میگید بیشتر به بچه های آتیزم داره من رو میکشونه. یعنی شما ای بس با یه مشکل جدی مغزی این کودک روبرو هستید. بعد به جاش شما یه انتظار و توقعاتی از او دارید. اینکه حرف نمیزنه مسئله است، اینکه بازی میکنه ولی حرف نمیزنه مسئله است، اینکه بعدن میاد خودش یا شما رو آزار میده مسئله است. برای بیاد اصلا این رو نبینم. من فرض رو بر این میگیرم که شما یه جوری باش جنگ قدرت رو راه انداختید. یعنی بچه به این نترسه که ماجرا زور و قدرته، کی زورش میرسه. از طرف دیگه زبانش خوب نبوده، بچه احساس بدی راجع به خودش داشته، بچهای دیگه نمیپذیرنش. فقط او اگرم بازی بکنه در حقیقت به بازی میگیرنش، نه اینکه نقشی داشته باشه. از طرف دیگه
برای مدتی که حدود بیش از 4 سال بوده فرزند تنهای شما بود. حالا همونطور که می‌فرمایید 7 ماه است که بچه دیگه اومد. یه دفعه تمام اون جایگاه و پایگاهی هم که تو خونه داشته از بین رفته. بنابراین به جای اینکه حالش بهتر بشه بدتر شد. من فکر میکنم یک شما و همسرتون قرار هست یه مقدار اطلاعات بیشتری درباره کار پرورش تعلیم تربیت بدونید. یعنی و الا اشتباه پشت اشتباه خواهید کرد و درگیری این دوتا بچه مخصوصا به مجردی که اون یک کمی حالا از 7 ماهگی در بیاد و به 1 سالگی برسه و راه بیفته برخوردها کاملا میتونه براتون مسئله آفرین باشه. همطور که احتمالا همکنون هم شروع شده. برای اینکه او توجه رو میگیره و این از اینکه توجه رو از دست داده میتونه ناراحت باشه. دوم شما باید مطمئن باشید که محیط آموزشی جایی که هست و توانایی زبان و ارتباط کلامی که داره درسته. فعلا این درست به سیمونه که من و شما 40 تا مهمون داشته باشیم و غذا برای 10 نفر داشته باشیم. به اندازه نباشه و این به اندازه نبودن گرفتاری به وجود میاد. بعدم من یه مقداری درباره روش تعلیم و تربیت شما مسئله دارم عزیز. یعنی حرفایی که من زدید نشون دهنده این است که تو اون چارچوبی که حداقل هست قرار ندارید. و همونطوری گفتم مقدار باید بیشتر بیاموزید. حالا چند تا سوال منو جواب بدید. یک، در خانواده پدری و مادری و خود شما دو نفر آیا زبان دیر باز کردید یا از این بابت مشکلی نبود؟ بله، باباش تقریباً 4 سالش بود. بنابراین پس ببینید عزیز، الان هم خودش دوزه وقتی بیه خود حالت مثلا گفت نه که نه مثلا یه هی کتاب مثلا شد بکنم. بعد یه مدتش صدا تو یه ذره به هم ریخه، میشه نزدیک گوشی باشید یا یه ذره شفاف. یعنی تو مدرسه چی عزیز؟ لکنت نه ولی مطلب رو تکرار میکنه؟ اون پلاهی تو شاید یه حرفی گیر میکنه، تکرار میکنه. بعد تو مدرسه باش کار کردن، یه ترافیستی داشتن، حالا با میگفتش که به نظر بازی خوشش میاد از این کار، خیلی دوست داره بازی میکنه. نه به شما هیچ وقت نگفتن که ممکنه زمینه‌ای برای خود در خودماندگی آتیزم داشته باشه؟ نه. به شما حالا برگردیم سراغ بحث دیگه. آیا تو خانواده پدری و مادری ماجرای افسردگی استراب به صورت آشکاری بوده؟ بله. چی داشتید افسردگی استراب؟ مامانم، مادرم. چی هست عزیز؟ افسردگی شدید تقریباً بله. ببینید عزیز، اینم باز میتونه اضافه بشه به ماجرا، چون در کودکان افسردگی با یه مقدار بیش فعالیتی میتونه همراه باشه و در کودکان نوجوانان بزرگترین علامتش بعد از اولی در خصوص کودکان خشم و عصبانیت و اصولا ناسازگاری، بعدم با خودش یه سکوت داره، سکون داره و بعد انفجار، یعنی حالت پسیو اگرسیو، یعنی منفعل پرخاشگری. بنابراین شاید تو محیط آموزشی به هر دلیلی یه ذره رعایت میکنه، خونه که میاد منفجر میشه. حالا چند ساعت میره مدرسه یا محیطی که میره؟ از حتی هفته میره تا تو مدرسه هم میره. خیلی خوبه، یعنی حالا میگه خیلی خوبه. الان که مثلا صحبت میکنه معلمش میگه خیلی عالیه، بعد از تعریف میکنه خیلی نگفتم، ولی مثلا خودم فکر میکنم اینم که خیلی فرق میکنه. تو خونه هم با من بعد از دیدم اون ساعت اول دیگه خوب میشه همه چیم، ولی یه قرار همین دوست نداره زود حرف همون پوش نمیده. من شما میگیم که من یه خود دوستم دستور بدم، من شاید دوستم که زود پوش کرد همه داره هم خیلی شلوغه. نه خب شما میتونید یه مقداری توی بازار برده فروشان برده بخرید. بچه ها قرار نیست پوش به حرف بدم. ببینید از این بازی دست بردارید. بچه ها اتفاقا بهتر از همون است که استقلال آزادی خودشون داشته باشن. ما باید کار خوب رو به بچه ها بیاموزیم. پدری و مادری آموختن کار خوبه، نه بازداشتن بچه از کار بده، نه فرماندهی. اصلا نیست عزیز. به نظر من وقتی که آمد اصلا کاری به کارش نداشته باشید. حرف این است که پسرم هر وقت گرسنت بود بگو من برات غذا بیارم، هر کارم دلت میخواد بکن. یعنی بهش بگید تو حالا که آمدی تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستی، تنها موردی که مانعش میشید اینه که بره سراغ
شیرخوارتون نوزادتون و اون اذیت کنه. این تنها چیزیه که شما باید محکم جلوش بگیرید. بی خودی هم با این تایم اوت این کارو درست نکنید. تایم اوت برای بچه‌ای که در خودشه یه فرصتی است برای که بره خودشو بد و شما رو بدتر از خودش بدونه و برای خودش دنیای ذهنی و خیالی بسازه. این کار باید خیلی حساب شده انجام بشه. اصولا تنبیه، حتی این تنبیه منفی یعنی نگاتیو پانیشمنتی که میشناسیم که برعکس از وقت تنها راهی، خیلی استفاده ازش کار درستی نیست. و بعدم این فقط تا زمانی است که او حاضره بپذیره، بعد از این مدت نه. جان که این خیلی دوست داره با همش بازی کنه، هم مثلا هم میگه که مثلا این خوده من باید بازی میکنم، خب من مشکل باشم، خب اینطور میدونی من در اسم مرسل ریسیست داره خیلی زیاده، اینا دوست ندارن از زیاده خارجی ها درست ندارد بکنم، من چون نمیتونم که باشم هر کاری کردم نتونستم. کجایی هستن اینا؟ سفید پوستن یا یه چیز دیگه؟ نه من اگر جای شما باشم با هدیه و یه مقدار مواظبت و مراقبت و چیزایی از این قبیل این ارتباط رو بیشتر و بیشتر میکنم. این دوست رو برای پسرتون بخرید در حدی که ممکنه. خیلی خیلی نه من نمیگم نه، حالا من متاسفانه با آخر وقتم، یعنی من عرضم این است که اگه میتونید اگه نمیتونید نمیفروشن که خب نمیفروشن، اگه نشده که دو تا بچه دیگر رو پیدا. این بچه من این وقت هر وقت من میبینم اسم رو کار بد میکنم، یعنی مدرسون مدام تو پایماسه. خب پس بهتره بفروشیدش نخریدش عزیز فرزند شما. خب نه اگر دوست خوب نه دوست بد، دوست خوب آدم ممکنه دوست بدم بخواد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، برای خوشحال شدم با اتون صحبت کردم، ببخشید منو. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. تو قلب من نشست دیدار اول، مثل نگاه یه اسیر به بال پرواز، تا دیدم عاشق شدم لحظه آن، سرباز عشقم با دلم همش می جنگم، گله نکن از من و از این دل تنگم، سرباز عشقم با دلم همش می جنگم، گله نکن از من و از این دل تنگم.
مثل یه زنجیر عشق تو بسته به جونم، میخوام فراری بشم اما نمیتونم، یه روز معافی میگیرم اگه بتونم، حرف نگفتم و به مقصد میرسونم، ارباز عشقم با دلم همش میجنگم، گله نکن از من و از این گله سنگم، ارباز عشقم با دلم همش میجنگم، گله نکن از من و از این گله سنگم. قهرمان یه زن شد، ارباز عشقم با دلم همش می جنگم، گله نکن از من و از این گله سنگم، ارباز عشقم با دلم همش می جنگم، گله نکن از من و از این گل سنگ، گل سنگ با دلم همش می جنگ. حساب روز و شب از دست من رفت، کجا بودی عزیزم، کجا بودی عزیزم، عزیزم. خوب گوش بده
درد دلم زیاده. حالا کشتت از دل بیرون نزاشت پارو، حالا که روزگارم داره حقاق ما رو، چشمش نزن دنیا رو، این اومدن کارو من آشه آشه هر دو آشه. کار چی بود جدایی رو، روزگار چی ساخت از ما، چی دست جمع گرفت کین آتیش رو افروخته، تو این شهر گرفتار واسه خودم دلم سوخته. با این عشقای دیوانیا چه خوب شد به دل تو فراد، که در این جا به یاد تو یه قلبی میزنه فراد. من عاشق تو عاشق هر دو عاشق. درد دلم زیاده، حالا چشمت از دل بیرون نزاشت پارو، حالا که روزگارم داره هوای ما رو، چشمش ازم دنیا رو، این اومدن کارو من عاشق تو عاشق من عاشق تو عاشق هر دو عاشق. 670 AM Los Angeles.
چشمم دل نگاهی لرزیدن دلم با صدای خنده هاتی صدای خنده هاتی
اشنای تو سوز خوش تار هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خوشید هنوز تو بقچه یه دل منه من میگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیاد دل من از آسه بود موجزه اصلا نمیخواد چشم راه چه کسی نشستی پای پنجره دست بی منت تو بهار ما منتظره پاشو 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 بلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نورزم نیا پای قدر عید میاری سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی اعلام می‌دارد. به شکرانه نعمت‌هایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرت و سریال برای روز شوگزاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 Ventura Boulevard, Woodland Hills. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید. پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریده کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org.
عشق کن.